خانم ساقب تشکر از وقتتان، لطف کردین تشریف آوردین. آیا هنوز هم گفتگوی صلح با طالبان ممکن است یا امکانی کار از بین رفته؟ پارزاده و سلام خدمت شما و بینندگان گرامی. همچنان که شما هم در صحبتهایتان بحث کردین، بحث صلح بحثی نیست که ما به زودی به نتیجه برسیم. من میخوایم قبل از اینکه به سوال شما جواب بدم برگردم به نشستی که ما در کابل داشتیم در ماهای گذشته، به نام پیس پالیسی پاور مپینگ بود و ما خواستیم که بدانیم که واقعا گره کور صلح در کجا هست. و در این نشست ما از تمامی احزاب قدرتمندی که در افغانستان بودند، دولت افغانستان، وزارت داخله، وزارت خارجه، پارلمان افغانستان، شورای عالی صلح و نمایندگان سرشناس جامعه مدنی حضور هم گرد هم آمده بودند. و نتایجی که ما از این کنفرانس داشتیم این بود که متاسفانه دولت افغانستان یک استراتژی مدونی را در رابطه با صلح نداره، با وجود از اینکه 40 سال از آتش جنگ در افغانستان میگذره. ما متاسفانه گرچه رودمپ یا نقشه راه را در این مورد داره، اما با خلای شدید استراتژی مواجه هست. برمانشان میتا که بعد از این مسئله که ما این مسئله را عنوان کردیم با دولت که نیاز هست یک استراتژی مدون باید داشته باشه دولت افغانستان، نشست های چهار جانبه شتابالودی که انجام شد و بحث ایجاد یک رودمپ دیگه ای که اضافه شد بر رودمپ های گذشته یا نقشه راه های گذشته فعالان جامعه مدنی با معذرت ما باید صحبت شما را قطع بکنم چون وقت کوتاه است. اگر پاسخ کوتاه‌تر داشته باشین، آیا هنوز هم شما امیدوار هستین که گفتگو با طالبان امکان پذیر است یا خیر، یا ای امید مرده است؟ امیدوار به این هستیم که باز هم نشست ها با طالبان داشته باشیم، به خاطر از اینکه مردم افغانستان از همه بیشتر تشنه صلح هستند. اما در کنار از اینکه گفتگوها باید به صورت واضح مشخص معلوم باشه، در کنار از او تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی هم از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هست. چرا کسی که از موضع قوت صحبت بکنه اگر دشمن باشه او به هیچ عنوان راضی به صلح نمیشه. در کنار از اینکه شما صحبت های آقای رئیس جمهور غنی را شنیدین، تقویت نیروهای امنیتی باید داشته باشیم، باید گفتگوهای صلح ادامه پیدا بکنه و دولت افغانستان این گفتگوها را باید از سر بگیره. خانم عمیرا ساقب، شما میگین که حکومت افغانستان پلان و یا طرح را ندارن و نشست چهار جانبه هم شتاب زده بود، اما صحبت های آقای رئیس جمهور غنی را شنیدین. اینا میگن که برای صلح حوصله استراتژیک به کار است. شما چه فکر میکنین حوصله استراتژیک را شما چگونه تعریف میکنین؟ اگر شما پلان طرح میکردین، اگر شما میخواستین با طالبان داخل مذاکره شوین و اگر شما در رأس میبودین منیس رئیس یک نهاد جامعه مدنی، پلان شما چی میبود؟ کوتاه، اگر شما رودمپ و یا هم به گفته شما نقشه راه درست شما میداشتین، چی پیشنهاد میکردین که با طالب یعنی چگونه مذاکره شود؟ آن چیزی که بسیار بسیار مهم هست شنیدن صدای مردم افغانستان به عنوان متضررین اصلی جنگ ها هست. یقینا ما باید، اگر ما در موقعیت جناب رئیس جمهور می بودم، نظریات مردم افغانستان را بر از او اهمیت قائل می شدم و از تک تک مراحلی را که در مذاکرات صلح صورت می گیره مردم افغانستان را مطلع می کردم و همچنان کوشش می کردم از کسانی که در رابطه با صلح متخصص هستند، از نهادهای مدنی که در این راستا سالها هست کار میکنن. شما میدونید که خود آقای غنی از اینا امروز تاکید کرد. آقای خانم ساقب با معذرت، من میخوام متوازن باشیم. اینجا رئیس جمهور غنی تشریف ندارن، اما میشه از شما صادقانه بپرسم که شما میدونید آقای غنی خودش یکی از مبتکرین است که برای چندین کشوری که پس از جنگ به صلح دسترسی پیدا کردن و یا هم بررسی کرده، مطالعه کرده، و او امروز هم تاکید کرد که منیس رئیس جمهور اولین کارش تطبیق قانون اساسی است. چی فکر میکنین؟ آیا عامل ناکامی و یا هم عدم موفقیت روند مصالحه حکومت افغانستان هست یا رهبری حکومت؟ پراکندگی که در میان حکومت موجود است. من میخوایم بر شما واضح مثال بزنم. من فکر نمیکنم این مسئله باشه که از دید جهانیان پنهان باشه. شما
صحبت های رئیس جدید شورای عالی صلح را شنیدین جناب آقای گیلانی را، که اینا در رابطه با صلح چه نظری داشتن، در رابطه با طالبان چه نظری داشتن، پراکندگی که موجود هست، عدم تعریف واضحی که دولت از دشمن داره یا از طالبان داره، خودش باعث شده که ما نتونیم و صلح دست پیدا کنیم. بحث دیگه که شما فرمودین جناب رئیس جمهور، یقینا کسی این کار نمیکنه این قضیه را، اما پروسه ادغام مجدد نیز با توجه به تحقیقاتی که نهادهای جامعه مدنی داشتن باید مورد بررسی و مورد نظارت قرار بگیره که چقدر ما تانستیم در این پروسه موفق عمل بکنیم و چقدر ناکام ماندیم در ازای مصرف کردن هزینه های گزاف. تشکر خانم ثاقب، تشکر از وقتتان، بقیه روز شما خوش.